Bismillahirrahmanirrahim. Benim yerim daha sonra o zaman şuna varay barame ortasında. Roze aval. Topic. Program. Word 2010. Roze avalas. Control plus N. دست اون روزم ما شما در ابتدا زمان که میخوانیم ways to open the one word که چند دریقه داره ما شما برنامه word آواز میکنیم. اگر ما شما خواسته باشیم برنامه word آواز کنیم در ابتدا ما شما در این قسمت میکنیم برش تایپ میکنیم. شما میتونیم برش تایپ کنیم one word در مقابل شما باز میشه. از این قسمت اگر شما میخوانیم که استفاده نکنیم پس در این قسمت آمده به اینجا زمانی که شما میکنیم When key plus R press go When key plus R زمان که press کنیم میتونی در این قسمت برشان تایپ کنیم when word. خب اگر نخواستی که ازی استفاده کنیم When key plus R زمان که press میکنیم باید در این قسمت تایپ میکنیم when word فاصله 2010 کدام ورژانش نرسال باشن و نموره برش چیز میکنیم که کمیتر برش شما ورشی میکنم باز میکنه طریقه دیگر چی هست؟ سندیس که ما شما گفتیم در run میریم برشتا میکنیم start when word هم برای شما باز میکنه یه ما شما از قسمت اگزیت میشه میره سیدرستش میکنیم میگیم start one word dot one word space برش میکنیم dot exit انتر میکنیم هم باز میشه در مقابل شما تیره close میکنیم خواه close طریقه دیگه گفتیم من ما شما در قسمت مای کمپیوتر در این نیشه زمانی که شما آمدین تا برش میکنیم when word هم بر شما باز میکنم گزینه دیگه گفتیم از قسمت ما برای داخل ریسایکل بن شده در ریسایکل بن که آمدین شما در قسمت هم برش پر کرده میتونین اون ورد فاصل از بازاردم هر ورژانش که رسال باشه کمی اوکی کنه در مقابل شما چی میکنه خدا کمی تر دیسپلی بعد از اون گفتم طریقه بعدی داخل برنامه نوت پاد شو نوت پاد زمانی که شدی داخل کدام مثلا فرمت بیا چقدر برنامه که تو ذرات داری باز کن فرمت فونت این قسمت برش تایم میکنی start one word dot exe start excel dot exe start ms pen dot exe start control dot exe start wm player dot exe start task task mgr mgr یعنی task manager dot exe start power pnt dot exe start write dot exe control a control s شکل بنام آل نقطه bat بنام extension file bat در این صفحه در sub save شوان close اگر ما شما خواسته باشیم که چقدر پروگرام ها هست رایت کلیک اوپن چقدر برنامه که ما شما رو موجه اپلای برش کرده بودیم یا تاک کرده بودیم کنش کمی تر در مقابل ما شما چی کرد باز کرد کلوز میکنیم یک اگر دانه یاره پاس کلوز میکنیم دوباره خب از این قسمت هم خلاص شده چه قسم شده که شما رد کلیک کمی قسمت هم زمانی که شما کنید این قسمت که هست به نام مایکروسافت ورد داکومنت فایلش هم از باس رد کلیک کنید اوپن زمانی که شما میکنید این قسمت هم یک نیو داکومنت به نام رو میتونید باز کنید رد کلیک در قسمت طول بار میتونید شما از قسمت آدرس هم بیره چی کنید استفاده کنید به نام when word هر برنامه که ما شما خواسته باشیم از این قسمت ها میتودا را که کار کنیم میتونیم ما شما رو چی کنیم باز کنیم این قسمت ما شما رو چی میکنیم غیر فارش میکنیم پس اونان اگر خواسته باشیم ما شما یک برنامه را باسا شاکت کی استفاده کنیم رایت کلیک درایو سی میریم ما شما درایو سی را زمانی که ما شما باز کردیم برای پروگرام فایلز میریم
پاراگراف فایل زمانی که شما اومدین مایکروسافت آفیس، اگر آفیس 2000 نسخه باشه اینجا آفیس 14 نشه میشه، اگر آفیس 2000 نسخه باشه آفیس 2000. حرف اول دبلیو ورچ م دبلیو رایت کلیک، اینا چه میگن ما شما از این قسمت کپی میگیریم. کپی زمانی که گرفتیش دارن ران زمانی که اومدی سیستم 32 یا سیستم 32 تاگ براش رایت کلیک کن، پیس شارتکات کن. پیش شارتکات زمانی که کردی اینا بالا مبنی ور شارتکات این قسمت دی چی کرد خدا اپلای کرد رایت کلیک ما میگه چی میکنیم رنیمش میکنیم بنامه آی تی. حالا از اینکه اگر ما شما میم بنامه آی تی که تایپ میکنیم برای مبنی ور خدا دیسپلی میکنه ای و دیگه باستر شارتکات کی هست دمی قسمت آمده برای آل پروگرام ما شما میریم در قسمت آل پروگرام زمانی که شما میدین برین بالای مایکروسافت آفیس کلیک کنین ورد از این قسمت هم شما میتونین باز کنین یا از قسمت نمیخوای استفاده شما بیا در این قسمت برو بالای آل پروگرام مایکروسافت آفیس، مایکروسافت آفیس هم میدین رایت کلیک و برو در کروم گزینه پراپارتیز، در پراپارتیز که میدین بیا در این قسمت برای شیک و شارکت اسائن کن اینی جینه کنترل شیف حرف ای اپلای کن. حالا از اینکه اگر تو کنترل شیف حرف ای را پرس میکنی برامه ورد در مقابل چی میشه؟ باز میشه کنترل شیف حرف ای. این هم شما باید میگیم برش این اپلای نگفته بودیم کنترل شه حرف ای کنترل شفت. و اگر ما شما خواسته باشیم این بحث ها شارکت که قسمت ما شما این اپلای کردیم علازه که اگر خواسته باشیم این بحث ها شارکت که ما برش داده بودم وازش کنم در این قسمت شارکت من ما شما تا این برش میکنیم کنترل شیفت حرف اس میگیم باشه به خاطر باز کردن برنامه ورد. حالا از اینکه ما شما میم کنترل شیفت حرف اس پرس میکنیم برنامه ورد در یک قسمت در مقابل شما خود چی کرد؟ دیسپلی کرد. و همچنان شما میتونید چینج کنید شارتکت کی را این قسمت بیا کنترل آل امرای عدد یک بگو باشه اپلای. حالا از اینکه کنترل آل امرای عدد یک پرس میکنی یه در مقابل چی میکنه خدا؟ دیسپلی میکنه. دیسپلی کارت این قسمت ما شما از اینجا کلوز میشه، این قسمت رو کلوز میکنیم ما داخل خود برنامه میشه ما شما نه ما شما ورمور تایپ کردن داخل خود برنامه میشه. در داخل خود برنامه زمانی که شما شدن در این قسمت ون ورد تعریف شستن در ون ورد پروگرام از یوز for creating letter memo magazine and another variety of document میشه. این رو شما تعریف خود ورد است که ورد عبارت از پروگرام است که بخاطر ایجاد کردن مکتوب ها یادداشت ها مجلات و انواع دیگر اسناد های اداری به کار می رود. این رو شما در قسمت براش تایپ می کنیم که تا آفیس پکیج پروگرامز امی برامه یا افس پکیج که از کنم برامه است شما اینجا را شناسایی میکنید ورد است اکسل است اکسل است اکسس است پاورپوینت است اوتلوک است پابلیشر است گروو است ون نوت است کامیونیکیتور است. یعنی امی چقدر برنامه که اینجا در مقابل شما هست یا برای شما تایپ کردیم در مجموع آفیس 2013 مکمل کن از ایره داره که مکمل انمی کن از ای برنامه آفیس پکیج نامیده میشه. زمانی که شما از بازار برین نکسی بری خریداری میکنید در مجموع کن از ای همین برنامه را داره. اگر شما آل انرسال بگه این کل از این انرسال میشه، اگر کسی مجموع انرسال بگی کدام برنامه را که میخوای انرسال کنم برنامه را که نمیخوای انرسال نکن. این مکمل یک معلومات بود یا اینترودکشن بود راجع به برنامه آفیس پکیج. خب ما آره میگیم extension file for the one word 2007, 2010, 2013
13 اس تي يو سي دي يو سي اكس چی وظیفه داره؟ زمانی که شما فایل را چی میکنین؟ ریکاور میکنین. تونو دا فایل تای برای شناسه نویت فایل هم از این ما کار میگیریم. شماره 3 زمانی که شما سرچ میکنین ای اکسجن فایل آفیس اف 2013 است. اگر کسی که اگر از شما پرسن میکنه کمی اکسجن فایل extension file for the one word 2003 ستاره نقطه دیوسی دیوسی خلاص x نداره اصلا. پس نمی گذینه رو که ما شما در این قسمت تایپ کردیم دیوسی x ستاره نقطه دیوسی x star point. پس زمانی که شما این قسمت داخل ما کمی تر شده اگر من خواسته باشم که چقدر فایل های برنامه و در کمپیوتر ما اساس لوکیشن های مختلف کمپیوتر رو را پیدا کنه، ما شما میتونیم از این کد یا از این شارتکت چی کنیم استفاده کنیم. ما شما در قسمت براش تایپ میکنیم شفت هم را یاد داشت استار ستاره دی او سی حرف اکس. فعلا شما ببینید اینمی چقدر فایل های که هست با اساس فرمات های برش شناسه شده از موقعات های مختلف با اساس لوکیشن های مختلف کمپیوتر رو جمع آوری میکنه. مکمل در اینجا در مقابل ما شما رو چی میکنه؟ شو میکنه یا دیسپلیش میکنه. و اگر گزینه دیگه که هست تونو دا فایل تابع اگر زمانی که شما میاد این قسمت اینمی دیتا هست اگر ما شما ضرورت داشته باشین را سیو کنیم کنترل ای کنترل اس میکنیم برنامه ون ورد میایم در این صفحه حساب ریچی که برامو ثبتش کنیم یا سیوش کنیم یا کلوز میکنیم از قسمت کلوز زمانی که شما کردین اگر بالای ون ورد میرین رایت کلیک میکنین پراپرتی میرین در قسمت پراپرتی که هست در قسمت ببینین شما دیو اکستنشن فایل چی هست دیو سی اکس از این شناسایی میتونین که چی هست فایل برنامه ورد هست. واسه اگر شما ضرورت داشته باشین که هر فایل را که سیف میکنین چی اساس پکچر باشه، ویدیو باشه، ساوند باشه اما اکستنشن فایل شکر میدار برای شما شو کنم پس این قسمت در داخل ما یکمی دار آمده آلت پرس میکنیم ما شما داخل تولز رفته در داخل تولز در قسمت فولدر آپشن ما شما میریم کلیک میکنیم در قسمت یعنی گزینه را هم چک میسازیم. پس اگر زمانی که شما در قسمت دینه دیو سیکس مکمل یا چی هست؟ فرمت فایل هایشون هست. و اگر گزینه سوم در این قسمت که هست ما شما این فایل خود به نام ون ورد بودی را باز میکنیم صفحه را بزرگ میکنیم. بزرگ زمانی که شما کردین در این قسمت که هست میگه سرچ سرچ ما شما انجام دادیم تو نوع فایل تایپ یا انجام شد ریکاور زمانی که شما میکنین ریکاور فایل های شما زمانی که دلیت میشه دلیت زمانی که شد پاس که ریکاور میکنیم با استفاده از سافتویر ریکاوری دونج به اساس نم ریکاور نمیکنه دیو سیکس یا دیو سیکس دو ریکاور میکنه یعنی فایل یک فایل دو از اونو شناسه میکنی امی قسمت اکستنشن فایل که هست یا فرمت فایل در اینجا هم چی هستن کاربر داری قسمت ما شما کلوز میکنیم دوباره داخل برنامه ون ورد شده آره ما شما میریم داخل چی میشین داخل خود برنامه میشین. اگر زمانی که شما خواسته باشین تکس اوتوماتیک در مقابل شما دیسپلی شود در واقع برنامه ما شما ضرورت داشتیم که تکس خودمون تایپ کنیم در برنامه ضرورت نداریم خودمون تایپ کنیم کد از در مقابل شما تایپ میکنیم چی خواسته باشیم کمپیوتر برای ما چی میکنه برای دیسپلی میکنه. یک قسمت در کد اگر میخواید یاد بگیرید مساوی R A N D شفت هم رای عدد نو پرس میکنیم قوس باز شفت هم رای عدد صفر قوس باز پلاس انتر یعنی تکس آفیس 2013 است که کمپیوتر با می فرمت ها چی میکنه فایل را باز میکنه. اگر کسی اسپی شما پرسان میکنه که خیلی فایل برنامه آفیس 2003 ورد 2003 رو دینجا برای چی میکنی؟ شاید برش بگه اینو سالشان کنم نه اینو سالشان نکن بیانی جا کود دیگه سو رکار کن مساوی رند. اگر ما شما خواستم باشین تکس آفیس 2003 رو بریم تایم میکنیم مساوی رند اینی قسمت اینی که از بنام داد یا نقطه است اولد شفت نمرا عدد سفر قوز با شفت نمرا عدد سفر قوز با سنتر اینی تکس آفیس 2003. و اگر کسی برای شما میگه با زبان لاتین تکس بر چی میکنی؟ بگو مساوی لورم شفت قوز باز شفت قوز بسته انتر کن برش اینه بنامه به اساس زبان لاتین است که تکس در مقابل ما شما چی شد؟ دسپلی شد. خب تکس دسپلی شد آره ما شما میریم کار میکنیم کار زمانی که شما میخواین کنین در قسمت اولین این از این قسمت ما شما شروع میکنیم اولین گزینه در اینجا چی هسته؟ اندوسته اندو یعنی چقدر فایلی که داری دلیت کنی فایلی دار
خوار از رات از بیاری بارش کنی کن میشه خو اگر میخوای که از یارت تو نبریشه بدید میتونی که از شرکت کیش که واردش کنترول زد از استفاده کنی اگر ما من به قسمت کنترول زد پرس میکنم همون چه خرف فاره که ما دلید کردیم کنترول کنه زد اینه پس در مقابلون باش مو چی شد آمد و بعد از اگر خواسته باشین دوباره در مورد دلیت ببریمش بالای ریدو کلیک میکنیم ریدو کس شارکتش کس کنترل پلاس وای هست کنترل پلاس وای اگر را لازی تو کنترل پلاس وای پرس میکنی اونو وظیفه دلیشن خود سبرات میگیره خب ایره دوباره چی میکنیم کنترل زدش میکنیم پاس بیاده بعد از اومیریم بالای فایل بالای فایل زمانی که شما من کلیک میکنین اگر ما بالای فایل لوکیشن تعیین میکنیم موقع تعیین میکنیم فور اتوماتیک در داخل مای داکومنت که وارد از بخش درایو سی می باشه ثبت میشه خب ما اینو میگیم بنام فایل ثبتش کو در کنام سه ثبت شود هر لوکیشن را که ما براش لوکیشن تعیین نکردیم در داخل بخش مای داکومنت هر لحظه که اگر شما میرین بخش مای داکومنت فایل باز میکنین بنام فایل نیجا وقتی این چی شد باز شد از قسمت خب این ما شما از قسمت باز کردیم چه قسم شده که شما یک لوکیشن تعیین کنین مثال در داخل درایو دی هر چقدر فایل ورد که مدارم مستقیم کنیم داخل درایو دی صاف شده بره پس به خاطر از این کار ما شما در قسمت در داخل برنامه میشیم در داخل برنامه زمانی که شما شدین به این قسمت گزینه کدام شما شما میریم آپشن آپشن زمانی که شما رفتین در کدام شما میریم سیو بریم سه زمان که رفتیم من میخوام مثال چقدر فایل هایی که من استفاده میکنم لوکیشن پوینت یا دیفالت لوکیشن پوینتش در قسمت براوز روی صفحه در قسمت براوز اینجا رایت کلیک میکنم در روی صفحه دستا من اینجا یک نیو فولدر کریت میکنم به نام ورد فایلز این را باز میکنم من زمان که باز کردم این را موکی میگم این را موکی میگم اینا را اگر من میگم هر چقدر فایل که من زمان که از اینجا انتخاب کردم میره کلوز میکنم میگم ثبتش کو به نام آن دا انزر تاب باشه ایره کلوز اگر شما از قسمت میگین اینجا را ما شما کلوز میکنیم بالا از زمانی که شما میرین کلیک میکنین فایل وقت اینجا جا بجا شده اگر بار دوم شما میرین به قسمت کنم فایل دگه اگر میگیرین یعنی کنم فایل دگه باشه ما شما میرین دگه فایل گرفتیم پس اونال اگر ایره میگه سیف کو برمه خو سیف شما بنامه اینو می نامه برش بدیم کلوزش کن تا وقتی اینجا لوکیشن بسید ببینیم سب شد بایی از این طریق ما شما تا نفسیم لوکیشن فایل برشی کنیم کریت کنیم بعد از او اینمی ون ورد فایلز که هست که اگر ما شما اینمی چی هستن واشد خواسته باشیم اگر برش پاسورد بتیم چی میکنیم کنترول ای سلکشن کن بیاد این قسمت برو بالای کدام گزینه سیو هست در سیف هست زمانی که رفتی چرا سیف هست استفاده میکنیم یک دفعه پیش ما سب شده بالای جدال لبشن این قسمت پاسورد تو اپن یک دو سه این دوباره این اوکی ما شما میکنیم یک دو سه این اوکی میکنیم اوکی زمانی که شما گفتین باز در قسمت روی صفحه دستا همون لوکیشن را که تاین کرده بودیم اونجا میگیم سب شده این اگر زمانی که شما میکنیم دوباره این واس میکنیم کمیتر میگه شما پاسورد تو نشی کنین انتر بسازید این قسمت که هست پاتش هست میگه شما در داخل درویسی برین بالا یوزر هست فراسان در صفحه دو ساب چون این فایل هست داخل مای کمپیوتر درویسی پروگرام یوزرز یوزر سر فراسان روی صفحه دو ساب این فایل های شما بنام پاتش بود که اونجا برای ما شما نشان بده اگر زمانی که ما شما یک دو سه پاسورد در زیر انتر میکنیم اینو داخل شده خب فایل زمانی که شما پاسورد دادین با پاسورد داخل شدین میخواین بار دوم پاسورد از روی از بند ببرین چه میکنین کنترل اف 12 را پرس کن شارتکت سیو از است یعنی قسمت زمان کامل این بار در گزینه کنم مثلا جنرال آپشن در جنرال آپشن آمد یعنی پاسورد یک بک اسپیس بزن بک اسپیس زمان که زدی ایره اوکی کن قسمت کنسل کن دوباره اینجا رو کنسل کن بگو سیف کن تغییرات مورا سیف زمان که کرد بیا بالا ایجا کلک کن بدون پاسورد تازش کرد خب اگر خواسته باشی فایل تا پاسورد بدی کسی وازش کنه اما در فایل ایج نما تغییرات آورده نشه ایره کنترول ای اف 12 را پرس کن اف 12 را زمانی که پرس کردی در این قسمت میتونی بایی بالا کنم گوزی نبری جنرال آپشن پروتکت داکیمنت بالا پروتکت داکیمنت زمانی که شما رفتین خب ای بنام ون ورد میگیم سب شا ای قسمت هم چیک میسازیم اینجا هم چیک میسازیم از قسمت میگیم نو چین ریدانه ایش کسی فایل مورد تغییرات آورده نتانه ریدانی باشه پروتکشن خود استاب میکنه کلوزش کنیم قسمت کلوز که کردی سیف کنیم بالا از دوباره کلیک کن
آره کسی دفعه شما دست اسی نداره نوچه دست اگر خواسته باشی تغییرات بری اسپاپ پروتکشن پاسورد شپک کو پاسورد فالگری کلوزش کو سیف چنج کو بگو تغییرات ما را قبول کو آره زمانی که واسه میکنی هر کسی که خواسته باشی دفعه تو تغییرات بری.